رابطه جنسی موفق چقدر باید طول بکشد؟ دوستان عزیز، برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگوله را بزنید تا ویدیوهای جدید ما به دسترس شما خوبان قرار گیرد. رابطه جنسی از روابط بسیار مهم در روابط زوجی محسوب می شود، اما اینکه یک رابطه جنسی موفق باید چقدر طول بکشد در ادامه این ویدیو می فهمید. رابطه جنسی یکی از مهمترین روابط بین زوجین است که از لحاظ سلامت جسم و روح می تواند نقش بسیار مهمی را برای آنان داشته باشد. در ذهن بسیاری از ما این سوال به وجود می آید که یک رابطه جنسی ایده‌آل چقدر باید باشد و چند دقیقه به طول بیانجامد. تا پایان این ویدیو با ما همراه شوید تا بدانید مدت زمان ایده‌آل رابطه جنسی چقدر است. مدت زمان یک رابطه جنسی ایده‌آل چقدر باید باشد؟ برقراری رابطه جنسی ایده‌آل در بین زوجین سبب بالا رفتن رضایت جنسی طرفین می شود و لذت جنسی را که در آن یک لذت مفرح و تاثیرگذار است را در پی دارد. یک رابطه جنسی خوب رابطه ای است که مدت زمان آن کوتاه و در حد رفع نیاز نباشد. قبل از انجام یک رابطه جنسی باید به نیازهای طرفین توجه شود و آمیزش جنسی بعد از نوازش ها و تحریکات اولیه صورت گیرد. نوازش و تحریکات اولیه سبب زیاد میل جنسی زوجین و طولانی تر شدن رابطه جنسی آنها می شود. در برخی از مواقع که زوجین حوصله چندانی برای برقراری ارتباط جنسی طولانی مدت ندارند، نوازش های قبل از آمیزش موجب ایجاد میل و حوصله آنها می شود و رضایت جنسی آنها بالا می رود. اگر بخواهید دقیقاً به مدت زمان ایده‌آل رابطه جنسی پی ببرید، باید بدانید این مدت زمان در بسیاری از زوجین متفاوت است و برخی از آنها رابطه جنسی کوتاه مدت و برخی آنها رابطه جنسی طولانی مدت را مناسب می دانند. اما مدت زمان آمیزش ایده‌آل نباید کوتاه باشد و بهتر از بین 20 تا 30 دقیقه باشد تا لذت جنسی را بالا ببرد و موجب رضایت زوجین شود. چگونه رابطه جنسی و زناشویی را طولانی تر کنیم؟ اما طور که می دانید رابطه جنسی موفق در بین زوجها سبب افزایش میل و محبت در بین آنان می شود. پس اصلی رابطه جنسی بهتر باشد، رضایت جنسی مرد و زن از یکدیگر بیشتر می شود و محبت و عشق مهمان خانه‌های آنان می گردد. برای اینکه یک رابطه جنسی خوب را برقرار کنیم، ابتدا باید شرایط لازم را برای این کار داشته باشیم. این شرایط شامل فرصت و محل مناسب است. یعنی این که رابطه جنسی در محلی برقرار شود که زوجین در آن مضطرب نباشند تا رابطهشان نصف و نیمه به پایان نرسد و این که در یک زمان مناسب رابطه جنسی انجام گیرد، مثلا در زمانی که کودکان به طور کامل در خواب هستند. شرایط دیگر یک رابطه جنسی ایده‌آل که سبب لذت جنسی می شود کوتاه نبودن مدت زمان آن است. برای برقرار رابطه جنسی طولانی مدت لازم است ابتدا به خواسته های همسر توجه کرد و زمان تحریک و نوازش های قبل از رابطه را بالا برد. بالا بردن مدت زمان تحریکات قبل از آمیزش و حوصله کردن برای انجام این کار شما را از لذت های جنسی لبریز می سازد و به بهترین شکل ارضا می کند که این ارضای کامل موجب سلامت جسم برو می گردد. رابطه جنسی و زناشویی کوتاه بهتر است یا طولانی؟ برای برقرار رابطه جنسی با همسر بی‌حوصله تان ابتدا طوری وانمود کنید که می‌خواهید کمی با او شوخی داشته باشید. در این صورت همسرتان مخالفت نخواهد کرد و شما می‌توانید مدت زمان بیشتری را به تحریک او اختصاص دهید. افزایش مدت زمان تحریکات قبل از آمیزش جنسی موجب می‌شود رابطه بهتری شکل گیرد. بنابراین بهتر است برای رسیدن به لذت و رضایت جنسی سریع وارد رابطه نشوید و قبل از آن با یکدیگر به معاشقه بپردازید. و اگر مرد هستید، حوصله کنید و زنگامی که برای یک رابطه وقت و زمان کافی بگذارید و به معاشقه قبل از آمیزش بپردازید و بهترین شکل ممکن ارضا خواهید شد. برای معاشقه قبل از رابطه جنسی لازم است زن و شوهر با یکدیگر به بازی‌های معجی بپردازند و قسمت‌های مختلف بدن را لمس کنند و ارتباط‌های دهانی و غیره داشته باشند. بدین صورت زمان معاشقه را طولانی‌تر خواهند کرد. اما لازم است بدانند همه این کارا را قبل از ارضا شدن انجام دهند، زیرا اگر یکی از زوجین ارضا شود دیگر انجام معاشقه برای او کار ناراحت کننده ای است. از دیگر مزیت‌های طولانی شدن رابطه جنسی و انجام معاشقه قبل از آن این است که ارضای زوجین به طول می‌انجامد و با مدیریت زمان مشکل زود انزالی و زود ارضایی آنان برطرف می‌گردد. بنابراین اگر این مشکل را دارید، بهتر است قبل از رابطه جنسی حوصله داشته باشید. فراموش نکنید می توانید با یک رابطه جنسی حلال و موصل با همسرتان در مسیر سلامت روح و جسم خود و ایجاد الفت و صمیمیت در زندگیتان قدم بردارید.
تأثیر تعداد دفعات معاشقه و زنان. زنان هرچقدر تعداد معاشقه کمتر داشته باشند، میل و لذت جنسی او کمتر شده و مشکلتر ارضا می شوند. برعکس هرچقدر زنان از لحاظ جنسی بیشتر فعال باشند، علاقه آنها به معاشقه بیشتر خواهد بود. تعداد دفعات آمیزش روی تنظیم عادات ماهانه خانم‌ها نیز مؤثر است. علت این امر افزایش سطح هورمون استروژن در بدن زنان فعال از نظر جسمی می باشد. لازم است بدانید خود ارضای چنین تأثیری ندارد. زنانی که فعالیت جنسی بیشتری دارند کمتر دچار مشکل ناباروری خواهند شد و سلامت عمومی بدن آنان نیز بهتر خواهد بود. تأثیر فعالیت جسمانی در رابطه جنسی. با 25 دقیقه دوچرخه سواری گردش خون در ناحیه‌های تناسلی افزایش می‌یابد و همین امر سبب بهبود آمیزش و مدت زمان آن و سبب بهبود رابطه جنسی همسران نیز خواهد شد. همچنین بدن افراد هنگام انجام ورزش و میزان قابل توجهی تستوسترون ترشح می‌کند. به همین علت میل طبیعی افراد به ادامه دادن رابطه جنسی بیشتر خواهد شد.